بسم الله الرحمن الرحیم. در تصبه عزیز به ادامه لکچر قبلی که ما در فصل خون هستیم و در لکچر قبلی ما سر معافیت کسبی صحبت کردیم که مسئولیتش بر دوش لمفوسایت ها بود، لمفوسایت های بی و تی که تی مستقیما عکس العمل نشان میداد و نوع مختلف تقسیم بندی شده بود: هلپر تی سلز، سایتوتاکسیک تی سلز و ریگولیتری تی سلز. و بی لمفوسایت ها آنتی باڈی را تولید میکرد که به شیوه مستقیم و به شیوه غیر مستقیم انتان از بین میبرد. امروز در تصویر ما سر یک موضوع دیگه به تعقیب موضوعات گذشته سر ایمیونایزیشن یا واکسینیشن که یکی از انواع اکوایرد ایمیونیتی است صحبت میکنیم. ایمیونایزیشن به معنای معافیت دادن، یا ایر ما واکسینیشن هم میگیم که به معنای واکسین دادن. خب ایمیونایزیشن یا واکسینیشن چی را میگه؟ زرق یک ارگانیسم مرده و یا یک ارگانیسم زنده ضعیف شده و یا توکسین تغییر یافته یک ارگانیسم به بدن شخص. هدف از زرق یک ارگانیسم مرده یا یک ارگانیسم ضعیف شده و یا توکسین تغییر یافته یک ارگانیسم چی است؟ حاصل کردن معافیت. بدن در مقابل انتیجن انتیبادی یا حجراتی را فعال می سازد. خب ای ارگانیزم مرده و ای ارگانیزم زنده یا توکسین تغییر یافته از ارگانیزم قابلیت مرض را در بدن ما شما نداره، لیکن امی قدر فعالیت را داره می باشه یا خصوصیت داره که ما سیستم دفاعی را فعال می سازد. اگر امی ارگانیزم مرده یا ضعیف شده یا توکسین در بدن ما شما به شکل فعال داخل می شه، میتونه که در مقابل از انتیبادی موجود باشه و حجرات تی کلان اف لیمفوسایت بی یا تی موجود باشه و او را از بین ببره. این واکسن هایی که امروز استفاده میشه کلشان به می شکل می باشه. خب ما دکتر سبا یک اصطلاح داریم به نام یک اصطلاح اکتیو ایمیونیتی و یکی پسیو ایمیونیتی. اکتیو ایمیونیتی باید چه معنا که بدن در مقابل انتیجن انتیبادی بسازه و یا حجرات فعالیتی بسازه، لیکن پاسیو ایمیونیتی چرا میگه که حجرات فعال تی و انتیبادی به یک شخص زرق شوه. خب در این صورت خود بدن ما میسازه در اکتیو، لیکن در پاسیو ما برای یک شخص زرق میکنیم. لیکن البته ما اگر به یک شخص حجرات تی و انتیبادی را زرق کنیم، این به شکل موقتی میباشه و انسان در دوام پیدا میکنه و بالاخره از بین میره. مثل که اگر ما یک مثال بتیم، مثل که طفل نوزاد از مادر انتیبادی ایجی را میگیره، او تا یک وقت محدود کار میکنه، لیکن بعد از او باز از بین میره. خب به تعقیب از او یک عنوان ما داریم مربوط به ایمیونیتی یا معافیت به نام حساسیت یا الرژی. حساسیت در برابر گروپ خاصی از الرژن ها می باشد. یعنی الرژن به معنای تحریک کننده سیستم دفاعی. الرژن اصلا الرژی چی را میگه؟ فرط حساسیت، یعنی عکس العمل نشان دادن سیستم معافیتی به شکل افراطی و به شکل غیر نرمال. بعضی از مواد بیرونی، مواد اجنبی، مواد کیمیاوی در بدن ما شما وقتی که داخل میشه، لیکن یک موضوع دیگه می که در بدن اشخاص مشخص که بنیه ارثی داشته باشه، سیستم دفاعی را تحریک میکنه، در مقابل از عکس العمل نشان میده و بالاخره یک فعالیت التهابی را در بدن ما ایجاد میکنه. اشکال الرژی با اشکال مختلف میباشه. اول الرژی ناشی از حجرات فعال تی و یا دلیل ریاکشن، یعنی هرگاه الرژی توسط تی لیمفوسایت ها انجام داده شد، این ما دلید ریاکشن میگیم. دلید ریاکشن انتیبادی در اینجا رول نداره، اکثرا در اثر تماس های مکرر با یک الرژن میباشه که تعدادش زیاد باشه. خب حجرات سایتوتاکسیک و سپرسر تیسلز تشکیل میشن. این همی حجرات است که در مقابلش عکس العمل نشان میده. بالاخره مواد توکسیک از این حجرات آزاد میشه، خصوصا سایتوتاکسیک تیسلز. تهاجم مکروفاژ ها صورت میگیره. و بالاخره قبلا من اشاره کردم که در الرژی حساسیت چون التهاب موجود می باشه، التهاب به میان میاد، در نتیجهش
نسج مربوطه آسیب میبینه، در نتیجه سبب آسیب شدید نسجی میشه، چون مکروباش ها و جسم اجنبی را بالا میکنه، با حجرات سایتوتاکسیک بالا میکنه، معرفی میکنه، سایتوتاکسیک مواد توکسیک فاب ایچی میکنه، آزاد میسازه و بالاخره در موسه یک فعالیت الرژیک یا التهابی به میان میاد. خب نوع دومش الرژی غیر وصفی است که در اوجه مشخصات از طور می باشه که به شکل آنی به میان میاد، امیدیت ریاکشن موجود می باشه، اوجه اصلا ریجنی که رول داره او، چون الرژن به معنای تحریک کننده در مقابلش که عکس العمل نشان می دهد آنتی‌بادی است که IgE می باشه. عموما منشأ از جنتیک می باشه، یعنی بنیه جنتیکی باید موجود باشه. هر شخص در مقابل الرژن ها حساسیت نشان نمی ده. چی نوع عکس العمل در مقابل انتیجن به میان میاد؟ چون ما در فصل در آغازی فصل خواندیم که حجرات مست سلز و بازوفیل در حساسیت رول داره، وقتی که حساسیت به میان میاد و شکل خلاصه ما ایتو میگیم که هر بعد یا انتیجن انتیبادی بالای حجرات مست سلز و بازوفیل یک جا شد، بالاخره سبب پاره شدن این حجرات میشه. از این حجرات مواد کیمیایی که در گرانول های داخل حجرات است به نام هستامین، پروتینیز، سلو ری اکتینگ سبستنس آف انافایلکسیز یا ماده کند اثر انافایلکسی، دیگر مواد کیموتاکتیک ایزینوفیل ها و نیتروفیل ها و فکتور های فعال کننده ترامبوسایت ها، هپارین، لیکوترینز، مواد مختلف می باشه، بالاخره یا آزاد میشه یا که آزاد شد در موساها توسوی اویه به میان میاد، بالاخره انتقال ایزینوفیل ها نیتروفیل ها به محل حادثه صورت میگیره. لیکن اینمی احساسیت یا الرژی که به میان میاد با اشکال مختلف می باشه، بعضا سیستمیک می باشه، یعنی در تمام بدن ما شما به میان میاد. وقتی که در تمام بدن ما شما میاد، عموما در اوه به میان میاد که مو الرژن یا تحریک کننده سیستم دفاعی در داخل خون انتقال شو، بالاخره به تمام سیستم انتقال پیدا کنه، مثل حساسیت در مقابل دواهای زرقی اگر به میان میاد. در اینجا سیستم ویایی و سایر انساج و زیر تاثیر میاد، فرضاً فشار خون پایین میاد و همچنان قصبات توسو میکنه، فشار خون از وجه از اینکه اویت توسو میکنه به میان میاد و قصبات تقبض میکنه و شخص نفس تنگی و فشار پایین ایجاد میشه، ممکن از وجه ازی اگر برگشت نشه شخص از بین میره. اورتیکاریا یا به شکل پت در جلد به میان میاد، هی فیور یا به ایره با نام الرژیک رینایتیس هم میگه در بینی به میان میاد از وجه آزاد شدن هستامین. فرضاً بعضی مردم است از وجه هوای سرد، از وجه پولن گلها، فرضاً در فصل بهار زکام میشه. اصلا اون زکام ویروسی نیست، زکام الرژیک است که همون ماده کیمیایی که در بینی از یاد داخل میشه، چون در جوف بینی زیر اپیتیلیم حجرات مستسل میباشه، از اوج هستامین آزاد میشه، بالاخره این یک فعالیت التهابی را به میان میاره که ما زکام به نام زکام یاد میکنیم، البته حساسیت میباشه. یا فرضاً آسما یا نفستنگی که از وجه آزاد شدن لیکوترینز میباشه، البته ای سنگل این است لیکوترین، و از وجه آزاد شدن سلوری اکتین سبستنس می باشن. این کلی از یا بالاخره در سیستم تنفسی نفستنگی را به میان میارن. از این خاطر بعضی مردم است به این شکل وقتی که هوا سرد میشه و یا ای که کدام دوای مشخصی را میخوره، بالاخره برای شخص نفستنگی پیدا میشه. از این خاطر برای تو مردم انتی لیکوترینز داده میشه. خب میایم دکتر سبا به بخش دیگه از خون، بخش سوم خون. بخش اول آر بی سی بود، بخش دوم دبلیو بی سی بود، بخش سوم پلاتلتس است. پلاتلتس ما دکتر سبا تحت عنوان هموستازیس ان بلاد کوگولیشن میخوانیم، هموستازیس و لخته شدن خون میخوانیم. هموستازیس اصلا چی را میگه؟ هموستازیس جلوگیری از خونریزی در هنگام صدمه اولیه. ممکن از وجه التهابات، تروما، از وجه امراض مختلف، فرضاً یه اویه است
یک قسمت اعضویه پاره میشه، فرضاً یک قسمت پاره میشه، وقتی که پاره شد یا امتداد اویه از بین میره، شون فرضاً به این شکل امتداد اویه از بین رفته، از این اویه دیگه خونریزی صورت میگیره. وقتی که خونریزی صورت میگیره باید سیستم موجود باشه که از خونریزی جلوگیری کنه و این قسمت صدمه دیده را بسته کنه و بالاخره خونریزی را توقف بده. این میره ما تحت عنوان هموستازیس و بلاد کوگولیشن یا لخته شدن خون میخوانیم. خب در عموم دکتر سوا و مکانیزمایی که در هموستازیس و لخته شدن خون رول داره، اولش واسکولر سپزم یا واسکولر وازو کنستراکشن یا سپزم میویاییست، در شکل پلاتلت پلاگ است یا پلاتلت پلاگ فرمیشن یا یک علاقه صفحیات دموی است، ایجاد لخته است یا بلاد کوگولیشن است و بالاخره تشکل نسج فیبروزی جهت بسته شدن دائمی یا فیبرس تیشو فرمیشن است. این چهار پروسه است که در لخته شدن خون به شکل عموم رول داره. البته یک چیزی بسیار مهمی که دیگه باید ما یادآور شویم، این چهار مرحله را که ما دیگه ذکر کردیم البته یا به تعقیب یک دیگه واقع میشه و اولش در خونریزی خفیف رول داره، یا تو میگیم که در پاره شدن یا در صدمه سطحی رول داره، لیکن چقدر که پایین میایم به مو اندازه این مکانیزما قوی تر میشه و در صدمه های رول داره که یکی از دیگه یک اندازه پیشرفته تر باشه. فرض اسپزم میویایی در صدمه کوچک پلاکلیت پلاک بالاخره در یک اندازه صدمه بزرگتره، وقتی که خون لخته میشه و بالاخره نسج فیبروزی تشکیل میشه در اوج صدمه یک اندازه پیشرفته تر میشه. خب اول اسپزم میویایی یا واسکولر اسپزم کدام میکانیزم است که یا کدام تنبهات است که سبب واسکولر اسپزم میشه و اسپزم میویایی را به میان میاره؟ اول عکسات عصبی، چون ما میفهمیم که وقتی که جدار یک اویه تحت فرض شما فرض کنید که نمی خط را که میبینید یه اویه است، حتما در جدار اویه یه عصب میباشه. وقتی که صدمه میبینه عصب صدمه میبینه، از توسط عصب سر انتقال میشه به سیستم عصبی مرکزی، از اوجه پس تنبیم و عضلات تقلص میکنه و بالاخره سبب تنگ شدن اویه میشه. تنگ شدن اویه جریان خون کم میسازه، کم شدن جریان خون یا خونریزی را کم و یا توقف میده. سپزم موضعی عضلی، اکثرا وقتی که دمی قسمت صدمه به میان میاد از وجه از امی صدمه عضلاتی که در جدار اویه است یا تنبیه میشه و بالاخره تقلص میکنه، در نتیجه تقلص سپزم اویه یا اویه خطرش کم میشه و یا از خونریزی جلوگیری میکنه و اینکه خونریزی را توقف میکنه. فکتورهای خلطی موضعی یا فکتورهای همورال فکتور، همورال لوکال فکتور، یعنی او وقتی که ما میگیم خلطی به معنای مواد کیمیایی است که در اینجا رول داره و سبب اسپزم میویایی میشه، عموما از ترومبوسایت ها افراز میشه، فرضاً ترومبوکسان ای 2 است و همچنان ای دی پی است که در اینجا افراز میشه که بعدا سرش بحث میکنیم به شکل موضوعی و سبب اسپزم میویایی میشه. البته اسپزم میویایی در تو سبق قبلا هم اشاره کردم، اسپزم میویایی به معنای تنگ شدن، فرض کنید که در این قسمت در این نقطه اویه پاره شده، بالاخره وقتی که اویه در این قسمت میرسه ایجا از قطر اویه کاهش پیدا میکنه، به این شکل قطر اویه کاهش پیدا میکنه، اویه لومنش تنگ میشه و بالاخره جریان خون در اینجا کم میشه. جریان خون که کم شد حتما از خونریزی کاهش پیدا میکنه و ای که توقف میده. خب مرحله دوم تشکل پلاتلت پلاگ است یا علاقه از صفحات دموی است، سبب مسدود شدن صدمات کوچک ویایی میشه. البته قبل از اینکه ما سر خود پلاتلت پلاگ صحبت کنیم باید صفحات دموی یا ترومبوسایت ها را یک اندازه بشناسیم. خب خصوصیات فیزیکی و کیمیایی ترومبوسایت ها، خود ترومبوسایت ها یا پلاتلتس یا صفحات است. صفحات به این معنی که حجرات مکمل نیست، جزی از حجرات دیگه است به نام میگا کاریوسایت و بدون هسته می باشه. شما دکتر سوا شاید دستولوژی خونده باشین، اگر شما فرض کنین که این یک حجره بزرگ است، این حجره بزرگ ما میگیم میگا کاریوسایت،
میگاکاریسایت هسته هم داره را کسرا از این میگاکاریسایت قطعات سایتوپلازمیک جدا میشه، فرضاً یک قطع از طرف جدا میشه، یک قطع از طرف جدا میشه، یک قطع از طرف جدا میشه، یک قطع از طرف جدا میشه. هر یک از قطعات ما با نام پلاتلت یا صفحات دمویه یاد میکنیم. اندازه نرمالش در کسوا در خون تقریبا از 1.5 تا 3 لگ می باشه در هر مایکرولیتر خون. مواده که در داخل سایتوپلازم از این حجرات می باشه پروتین تقبض کننده اکتین، میسین و ترامبوستینین استیتین می باشه. بقایای اندوپلازم کریتیکولوم و سیستم گلجی بادی می باشه، چون یا حجرات مکمل نیست بلکه یا قطعات سایتوپلازمیک است. پس بقایای از این ارگانیل ها را داره تا که انزیم ها را تولید کنه و کلسیم را ذخیره کنه. میتوکاندریام داره، سیستم انزیمی داره که ADP و ATP را می سازه. بالاخره سیستم انزیمی که سبب ساختار پروستاگلاندین میشه، موجودیت یک فکتور با نام فیبرین استیبلایزینگ فکتور، یعنی فکتور ثابت نگه داشتنده فیبرین که پسان سرش صحبت میکنیم، این موجود می باشه. گروت فکتور می باشه یا فکتور نمو موجود می باشه. او مواد در قبلا یادآور شدیم در داخل سایتوپلازم بود. مواد که در غشای ترموسایت هست گلیکوپروتین است که مانع چسبیدن آنها به حجرات اندوتلیوم سالم میگرده. چرا؟ این ترموسایت ها در جریان خون گردش میکنه. فرضاً این اندوتلیوم از دکتر سبا اندوتلیوم نرمال، اندوتلیومی که هیچ صدمه ندیده. بالای اندوتلیوم نرمال به شکل نرمال دی پلاتلت ها نمی چسبه، بلکه بالا اندوتلیوم نمی چسبه بلکه جریان خود امتداد می ده. خب چرا نمی چسبه؟ بخاطر از این که فرضاً شما فرض کنید که ای یک دانه پلاتلت است، سطح از این گلیکوپروتین داره و مانع چسبیدن بالای حجرات می شه. فاسفولپید داره در ایجاد لخته شدن خون رول داره. خب همچنان ادنیلایل سایکلیز داره که سبب تشکیل شدن CMP میشه و بعد سبب تشکیل شدن ترموسایت های دیگر میشه. البته من حیث پیغام رسان سانهی فعالیت میکنه، پلاتلت های دومی را در ساحه جذب میکنه و بالاخره یک پلگ تشکیل میده یا یک علاقه را تشکیل میده. خب چی نوع یا با کدام میکانیزم این پلاتلت پلگ تشکیل میشه؟ اولی که حتما وقتی که اویه متضرر میشه زیر اندوتلیوم، فرضاً شما فرض کنیم که یک طرف از حجرات جدار اویه است، فرضاً اینجا اندوتلیوم تخریب شد، که اندوتلیوم تخریب شد، فرضاً اینجا حجرات اندوتلیومی است لیکن این قسمت نیست. زیر حجرات اندوتلیومی لیاف کلاژن است. خب در اینجا تماس ترموسایت ها با لیاف کلاژن در اویه متضرر به میان میاد. وقتی که تماس ترموسایت ها به میان آمد، بالاخره این ترموسایت ها خصوصیات خود تغییر میده. چه نوع تغییر میده؟ و تورم پیدا میکنه، میپنده، باهای کاذب پیدا میکنه، بالاخره سبب انقباض از این حجرات میشه، چون این در داخل خود پروتین های متقبض کننده اکتین، میسین، ترامبوستینین داشت. بالاخره چسبناک میشه و بالای الیاف کلاژن که دیجا وجود است و همچنان فکتور وان ویلبرن فکتور که در پلازما به شکل منتشر حرکت میکنه اینجا می باشه و بالاخره امره از یا می چسبه. فرضاً یک پلاتلت پلگ می ببخشین یک حجره یک صفحه دمویه یک پلاتلت می اینجا می چسبه و پاهای کاذب هم داره می باشه به شکل و همچنان وان ویلبرن فکتور یک پروتین است و امره از او می چسبه. بالاخره وقتی که ایز چسبید این حجره فکتورهای متعدد از قبیل ADP و ترامبوکسان E2 را تولید میکنه که بالاخره ADP و ترامبوکسان E2 این مواد چی کار میکنه؟ این سبب فعال شدن یا تشدید شدن ترامبوسایت های مجاوری دیگه میشه. این ترامبوسایت های دیگه میه بالا از این میچسب که چسبید بالاخره یک کتله را به میان میره، کتله که تشکیل شده از ترامبوسایت ها. اینمی کتله را ما با نام پلاتلت پلاگ یاد میکنیم که بعدا اگر این پلاتلت پلاگ فوق العاده نازک می باشه، توسط جریان خون پاشان شده می تانه، از جای خود متحرک شده می تانه، بالاخره رشته های فیبرین
اجیجه مجا میشه و بالاخره پلگ محکم میسازه که مرحله دیگه است. صرف تا اینمی قسمت ما سر تشکل پلگ فلیپ پلگ صحبت کردیم یا علاقه از صفحیات دمویه که بالای جدار یویه می چسبه. خب بالاخره لخته چه قسم سو یا خون چه قسم لخته میشه یه بحث دیگه ایست یا موضوع سیوم ایست او طور می باشه که ما در اینجا قبل از اینکه سر لخته شدن خون صحبت کنیم ما طور میگیم که خب طوری میگیم که فکتورهای عامل سبب لخته شدن خون چی است؟ مواد آزاد شده از جدار رویه معوف، ترومبوسایت ها و پروتین های پلازما و چسبیدن آنها با هم. در انشالله در لکچر بعدی باز ما سر شما مکمل بحث میکنیم. البته ای اساساتش است، چی وقت آغاز میشه خون، چی وقت تاثیر میکنه لخته میشه، در صدمات شدید رویه ویایی تقریبا 15 الی 20 سکند بعد، لیکن در صدمات ضعیف بعد از 1 الی 1 دقیقه، چقدر وقت دوام پیدا میکنه؟ 30 الی 6 دقیقه پیدا دوام پیدا میکنه و بعدا 20 الی 60 دقیقه تا 1 دقیقه این لخته تکمش میکنه یا جملک میشه و بالاخره از بین میره. از بین چی نوا نوا میره؟ سرنوشت لخته خون اول میتونه که تحت حمله فیبروبلاست ها بمیان تحت حمله حجرات فیبروبلاست شوه و بالاخره بعد نسج فیبروزی اوج تشکیل شوه، یا ای که انزم تحت حمله انزم ها صورت میگیره و بالاخره این لخته را منحل میسازه. البته وقتی که تحت حمله فیبروبلاست ها صورت میگیره و دوج نسج فیبروزی که عبارت از الیاف کلاژن از دوج جای بجا میشه، لخته منافذ کوچک شریه، یعنی در کپیلری هایی که دوج صدمه کوچکتر باشه این نوع حادثه با میان میره. لیکن چه وقت تحت حمله انزم ها صورت میگیره و بیچی را منحل می سازه لخته شده خون را، در صورتی که خون زیاد در داخل نسج لخته شده باشه. تشکر دارم.